سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. اول از همه سال نو رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم معروف به قاتل توییتریه، اونم به خاطر روشی که داشته. همونطوری که میدونید این چنل اصلا مناسب بچه ها نیست و مخصوصا این موضوع که جزئیات تکون دهنده هم داره. این موضوع برمیگرده به سال 2017 و به نظر من خیلی جدیده و همینم منو یکم میترسونه. بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم شروع کنیم. شیراشی در دوره کودکی همراه با پدر و مادر و خواهرش زندگی میکرد، اما بعد از طلاق پدر و مادرش از همدیگه اون با پدرش زندگی میکرد. یه چیزی که در مورد کودکی اون وجود داره، یکی از دوستاش گفته که یکی از بازی‌هایی که ما اون زمان با هم می‌کردیم، یعنی در دوره کودکیشون می‌کردن، این بوده که گلوی همدیگه رو می‌گرفتن و تا حد مرگ فشار می‌دادن و هر کسی که زودتر خسته می‌شده بازی رو می‌باخته. ولی دوستش میگه که just for fun، فقط برای فان این کارو می‌کردیم و هیچ انگیزه‌ای پشتش نداشتیم. شیرایشی بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل میشه یه 2 توی سوپرمارکت کار میکنه، ولی بعدش وارد تجارت جنسی میشه. ظاهرا در ژاپن تنفروشی یا روسپیگری ممنوعه، غیر قانونیه. به خاطر همین شیرایشی سعی میکرده از طریق توییتر زنان و دختران رو استخدام کنه برای این کار. در سال 2017 توسط پلیس دستگیر میشه و بعدش هم به حبس تعلیقی محکوم میشه. یعنی اینکه حبس رو داره ولی از زندان اومده بیرون. اگه جرمی دیگه این مرتکب بشه باید بره حبس اونو بکشه. بعدش که از زندان میاد بیرون به پدرش میگه که من عاشق شدم و عشق زندگیمو پیدا کردم و میخوام که زندگیمو شروع کنم. برای همین هم پدرش براش یه خونه اجاره میکنه، یه خونه 13 متر مربعی به کرایه $227 و اون خب زندگیش از پدرش جدا میشه. همسایه هایش که باش زندگی میکردن میگفتن خیلی آدم ساکتیه، خیلی آدم مهربونیه، مؤدبه، میره میاد، کار و کار کسی نداره، مثل همه قاتلای سریالی. پس از دستگیری و بعد از اینکه آزاد شد، خب دیگه شغلش و منبع درآمدش رو از دست داده بود. با اینکه میرفت تو کارگاهی که پدرش کار میکردم کار میکرد، ولی نمیتونست هزینه هاشو جفت و جور کنه. از اون تجربه‌ای که داشت که زنان رو در توییتر جذب میکرد برای افکار تاریکتر و ترسناکتری استفاده کرد. اون اومد چند تا حساب توییتری درست کرد که یکی از حساب توییتراش اینه و در اون آموزش خودکشی میداد، یا اینکه به افرادی که میخواستن خودکشی کنن کمک میکرد، و یا از عباراتی مثل به دار آویختن خودت سخت نیست، اگه نمیتونی به خودت کمک کنی من میتونم به تو کمک کنم. در یه اکانت دیگه هم به شکل یه آدم بدبخت ظاهر میشد که دنبال یه پارتنر میگرده برای خودکشی. ظاهرا توی ژاپن مده که مثلا آدما برای اینکه میخوان خودکشی کنن دنبال یه نفر میگردن که باهاشون خودکشی کنه. مثلا یکی دیگه از پستایی که گذاشته بود این بود که اگه به بن‌بست رسیدی با من مشورت کن. شیرایشی به افرادی که به اون دایرکت میدادن قول میداد که اونها رو بکشه، یا به اونها میگفت که منم با شما خودکشی میکنم، یا مثلا به یه عده دیگه گفته بود که من یه رهبر معنویم که به افراد کمک میکنم که خودشون رو بکشن. اکثر قربانیان اون زنان بودن، زنانی بین 15 سال تا 26 سال. به جز یک نفر که مرد بود، اون هم دنبال دوست دخترش اومده بود و شیرایشی اون رو هم به قتل رسون. اولین دختری که در توییتر پیدا کرد و با اون قرار گذاشت، دختر همراه با دوست پسرش اومده بود. برای همین هم شیرایشی اونها رو به یه رستوران برد و با هم یه نوشیدنی خوردن و بعدش هم اونا رفتن. بعد از چند روز شیرایشی دوباره دختر رو دعوت کرد، ولی این بار بهش گفت که خب باید تنها بیای، با دوست پسرت نباید بیای. اون معمولا با قربانینش در ایستگاه قطار قرار میذاشت که اگر پشیمون شدن آدرس خونش رو بلد نباشن، و بعد اونا رو تا خونش اسکورت میکرد و میبردشون.
با این دخترم همین کارو کرد تا خونش بردش. معمولا به همه قربانیانش قرص میداد و الکل بهشون میداد که بیهوش بشن و بعد بهشون تجاوز میکرد تا جایی که میتونست و بعد هم اونا رو میکشت. شیراشی میگه من اینو کشتمش. بعد از چند ساعت دوست پسرش اومد و اون رو هم مجبور شدم دوباره بکشم، چرا که اگر نمیکشتمش مفقود شدن دوست دخترش رو خبر میداد و من لو میرفتم. میگه دفع کردن جسد اول خیلی سخت بود و 3 روز زمان برد تا من این جسد رو از بین ببرم. شیراشی گفته من قربانیانم رو به حموم میبردم و داخل وان میذاشتم و تکه تکهشون میکردم. بعد از اینکه تیکه تیکشون میکردم، گوشت رو از استخون جدا میکردم و این گوشت ها رو همراه با خاک گربه قاطی میکردم که شبیه مدفوع گربه بشه و بعد اینا رو بیرون از خونم به عنوان زباله دفن میکردم. یعنی من توی این مدتی که این داستان رو خوندم، هر بار خاک گربه رو میخوام عوض کنم یاد این داستان میفتم. شیراشی استخوان‌های پا و دست رو که نمیتونسته بیرون بندازه چون لو میرفته رو نگه داشته و همچنین سرها رو، یعنی تعداد قربانیش هر چقدر که بوده سرهای همشون رو نگه داشته. در طول 2 ماه 9 نفر گم شدن، یعنی در اون شهری که بودن در ژاپن 9 نفر گم شدن. یکی از اینها یه دختر 23 ساله بود که ظاهراً مادرش به تازگی فوت کرده بود و در توییتر پست گذاشته بود که من میخوام بمیرم، کی میاد با من خودکشی کنه، یه همچین چیزی. برادر این دختر تونست وارد حساب کاربری خواهرش در توییتر بشه. اون یه سری چت مشکوک بین خواهرش و شیراشی پیدا کرد که در اون شیراشی بهش گفته بود بیا با هم خودکشی کنیم و راحت بشیم از زندگی و از این حرفا. این برادر اومد یه نفر، یه دختر دیگر رو مجاب کرد که به شیراشی پیام بده و به شیراشی بگه که من میخوام خودکشی کنم تا بتونم با هم یه قرار ملاقات بذارم. این دختر به شیراشی پیام داد و اعتماد شیراشی رو جلب کرد و وادارش کرد که آره من میخوام خودکشی کنم و بیا با هم خودکشی کنیم. و خلاصه با دختر قرار گذاشت توی ایستگاه قطار و همزمان این برادر به پلیس هم خبر داد که پلیسا اومدن و توی ایستگاه قطار منتظر شیراشی شدن. وقتی که دختر و شیراشی با هم رفتن، اینا تونستن آدرس خونه شیراشی رو پیدا کنن. به محض اینکه وارد خونه شدن، تونستن پلاستیکی که متعلق به یکی از دخترها بود رو در خونه پیدا کنن. و وقتی به شیراشی گفتن که این دختر کجاست، یه سری جعبه های یخدون رو نشون داد که گفت که اونجاست، اون جعبه است، برید ورش داریم. همینطور که در خونه 13 متری شیراشی میبینید، اون در خونهش 8 جعبه یخدون داشته که در مجموع 9 سر از داخلش پیدا شده و 240 استخون. طبق گفته روزنامه‌های ژاپنی، سرها در مرحله تجزیه شدن بوده و همینطور که قبلا بهتون گفتم، به خاطر اینکه بو رو از بین ببره خاک گربه می‌ریخته. با این حال همسایه‌هاش گفته بودن خیلی بوی بدی می‌اومده و ما احساس می‌کردیم که بوی فاضلابه. با این حال این مسئله رو گزارش نکرده بودن. همچنین از داخل خونه‌اش یه دونه اره، چند تا چاقو پیدا کردن که روش آثار خون بوده و گفتن احتمالاً با اینها اجساد رو تیکه تیکه می‌کرده. قبل از اینکه شیراشی دادگاهی بشه، 5 ماه تحت نظر روانپزشک و روانشناس بود و در آخر این روانشناسا برای روانپزشک گفتن که شیراشی از لحاظ ذهنی کاملاً سالمه و تمام اینها رو از روی عقل انجام داده، یعنی مجنون و دیوونه نبوده که این کارا رو انجام بده. در دادگاه وکیل مدافعهاش ادعا کردن قتل‌هایی که اون انجام داده با رضایت مقتولین بوده، برای همین در جرمش باید یه سری تخفیف داده بشه و خود شیرایشی این حرفا رو نه کرد و گفت نه، من بیشتر اونا رو به خواسته خودشون نکشتم، چند تاشون دوستم بودن، چند تاشون خواب بودن کشتمشون و اونها اصلا رضایت ندادن که من بکشمشون
شیراشی انقدر پر رو وقیح بود که در دادگاه گفت که چرا انقدر دادگاه رو طولانی کردی؟ من خسته شدم. حکم اعدام رو بدین، این ماجرا رو تموم کنین. همچنین گفت که من خودم هیچ علاقه‌ای به خودکشی نداشتم و صرفا فقط این حرفا رو میزدم تا افراد رو جذب خودم کنم. وقتی از انگیزه هاش پرسیدن، اون گفت که من بعد از اینکه با پدرم مشاجره کردم سر پول و این حرفا، تصمیم گرفتم که زنان رو اغوا کنم و پولاشون رو بدزدم. اما بعد از اینکه اونها پولشون رو میخواستن، من تصمیم گرفتم که اونها رو بکشم و من این کار رو به عنوان بخشی از شغلم پذیرفتم. قاضی در دادگاه گفت این جنایتی که در ژاپن اتفاق افتاده یکی از مخربترین و وحشتناکترین جنایتهاییه که در تاریخ ژاپن اتفاق افتاده. شیراشی در دادگاه گفت من خیلی متاسفم برای اون عده از خانواده قربانیانی که من میشناختمشون و باهاشون وقت میگذروندم، ولی برای بقیه من متاسف نیستم و ناراحت نیستم و فقط از این ناراحتم که چرا شکست خوردم و چرا دستگیر شدم. در 15 دسامبر سال 2020 شیراشی در سن 30 سالگی به اعدام محکوم شد. در ژاپن مثل ایران اعدام کردن با طناب داره. فقط فرقی که با ایران داره اینه که روز دقیقش رو بهت نمیگن. ممکنه فردا صبح اعدامت کنن، ممکنه 30 سال دیگه اعدام کنن و هیچ کس نمیدونه. و البته خانواده قربانیان از این حکمی که داده شد خیلی ناراضی بودن. اونا میگفتن که شیراشی نباید اعدام بشه، اون باید به حبس ابد محکوم بشه تا تاوان جرایمی که کرده و جنایتهایی که کرده رو پس بده. ولی شیراشی از حکمی که داده بودن خیلی خوشحال بود و حتی تقاضا نکرد که دوباره بررسی کنن این پرونده رو. روز بعد از اینکه شیراشی به اعدام محکوم شد، با یه روزنامه ژاپنی مصاحبه کرد و در اون گفت که من الان تمایل دارم با یه دختر معمولی آشنا بشم و ازدواج کنم. من هیچ وقت یه رابطه جدی با کسی نداشتم. اکثر دخترها فقیر بودن و من نمیخواستمشون. من کسی رو میخواستم که به هم پول بده و نیازهای جنسیم رو رفع کنه. الانم خیلی خوبه که با کسی آشنا بشم که به دیدنم بیاد و خرجم رو بده. بعد که روزنامه بهش گفته خب کیسم داری یا نه، گفته اکثر کسایی که میخوام به هم نزدیک بشن با هدف اینکه اطلاعات ازم بگیرن معمولا برای روزنامه ها، برای همین هنوز کیس مناسبم رو پیدا نکردم. 4 روز بعد از دستگیری شیراشی توییتر هم قوانین خودش رو تغییر داد و گفت که هیچ کس نباید ترویج خودکشی و خودزنی رو بکنه. و جالبش اینه که الان در خونه‌ای که شیراشی این قتل‌ها رو انجام داده، یه آقای 41 ساله داره زندگی میکنه و بسیار هم خوشحاله که اونجا داره زندگی میکنه، چون که میگه اجارش خیلی ارزونه. و در آخر یه جمله خیلی جالب خوندم از برادر یکی از قربانی‌ها که گفته بود بعد از اینکه من اعترافات شیراشی رو شنیدم، اعتمادم و اعتقادم به انسانیت رو از دست دادم. این داستان هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. همچنین در آخر هم بگم امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. یعنی من هر تیکی از حرفای اینو میگم دلم میخواد از عصبانیت پاشم بزنم تو سر خودم. و خیلی پر رو بوده، به عنوان بخشی از شغلش پذیرفته بوده. اصلا رضایت ندادن که من بکشمشون. برام جون اینجا عکس مقتولین رو بیار لطفا.